درود بر شما. ببینید چی پیدا کردم. پخش سونی مدل XR22. این پخش نوار کاست داره، رادیوش هم دو موج MWSW، ترکیبی از مکانیک و الکترونیک ژاپنیه. کیفیت ساخت بالا و کاملا قابل سرویس. باندهای قدیمی با توان متوسط هم به خوبی راه اندازی میکنه. از همون دستگاهیه که بعد از 30-40 سال هنوز کار میکنن. ولی راستش به نظر من بعضی از چیزها فقط یه دستگاه نیستن. این یه تیکه از تاریخه. این پخش سونی هم دقیقا از همون نسله. حدود 30-40 سال پیش وارد شد. فکر کنم اواخر دهه 60 یا اوایل دهه 70 بود. وقتی ماشینا ساده تر بودن، خیابونا آروم تر بود، موسیقی هم از دل همینا پخش میشد از طریق نوار کاست. این نوارها. سونی اون موقع یک برند نبود، یک قول ژاپن بود. واسه هر پیچش، هر قطعه کوچیک این دستگاه احترام میذاشتن. اسم سونی یعنی دقت، ترکیبی از مهندسی مکانیک و الکترونیک. فقط با اون ظرافتی که خود سونی انجام میداد. رادیوی موج کوتاه یا متوسط رو با این ولوم تنظیم میکردیم. البته اینجا سر ولوم هاش نیست. نوار کاست رو یه مداد میکردیم داخلش و با اون تنظیمش میکردیم. همین کیفیت ساده بر ما مثل یک معجزه بود. نگاه کردن به این دستگاه یعنی نگاه کردن به بخشی از خاطرات یک نسل. نسل ما که موسیقی رو نه با اینترنت بلکه با صدای نوار کاست و صداقت همین دستگاه ها داشتیم تجربه میکردیم. به نظر من این فقط پخش نیست. یک یادگار از دوره‌ای که تکنولوژی واقعا روح داشت. خب حالا بریم بازش کنیم و ببینیم روشن میشه یا نه. این بخش جلوی دستگاه که اینجا مهره داشت، این قابشه. خب نگاه کنید، قاب شکسته بود. بس مشخصه که این دستگاه چند بار تعمیرم شده. مدلش رو ببینیم، XR22SW. شماره سریال داره 12 ولت. ببین پشتش چیه. خب اول بازش کنم. نحوه بستنش رو نشون داده. خب اینم داخلش. بخش مکانیکی، این بخش رادیو که اینجا تعمیر شده است. این همون واریابل یا واریبلش هست، خازن متغیر. بخش مکانیکی، آیسی هاش اینجا هستن دوتا. سیمایی که داره قرمز برق، مشکی منفیه که غالبا بدنه منفیه. این سیم آبی برای آنتن برقیه و اینم دوتا باند. تو اینجور دستگاه اول باید هد رو تمیز کرد. یک هد مغناطیسی اینجا هست. الان بهتون نشون میدم. اینجا هست. خب یه ولتاژ بهش بدیم ببینیم روشن میشه. اینم یک بلنگوی برند ژاپن. فعلا به یکی از بانداش وصل کنم. سیم قرمز ولتاژ مثبت، منفی هم میدم بدنه. خب این دوتا باند به هم متصل نشن.
من باید تصویر روشن کنم. میذارمش رو 12 ولت 2 آمپر. بله روشن شد. رادیوش فعاله. اینجا آنتنه. خب کلیداش خیلی کثیفه، حتما باید با روغن تمیز بشه. ولومی که در اینجا هست باید روغن یا پارافین بریزیم، روغن چرخ خیاطی. مکانیکی رو میشه کاملا در آورد و تمیز کرد. فقط مطمئن نیستم که تسمه سالم باشه، تسمه‌ای که از موتور به این چرخنده ها میرسه. یه نوار کاست بذارم. قانون کپی رایت هست، بخش کوچکیش رو میخوام پخش کنم اگه روشن بشه. طرف دوم نواره به خوبی داره کار میکنه. جلو، عقب، عالی، خیلی خوب داره کار میکنه با اینکه هیچ سرویسی نشده. مطمئنم باند دومش هم کار میکنه. یه تست بگیرم. این باند دوم این سیم اتصال نکنه. بریم به ولتاژ. خب دستگاه فوق‌العاده‌ایه به نظر من. فقط کافیه یک برد بلوتوث روش نصب بشه تا همین الانم رو هر خودرویی بشه ازش استفاده کنه. خب ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.